مسی خسته و تنها هرس لئو را در آوردند. یک دلیل مهم برای مدنی شدن رونالدو در یوونتوس. بارسا و ضرر 5 میلیونی از بازی کردن دمبله برابر اتلتیکو، گزارش از مارکا. افشاگری وین رونی: میخواستم برای بارسلونا بازی کنم. لیونل مسی در تمرین امروز بارسا خسته و تنها بود و هنگام خروج از کمپ با تنها یک هوادار روبرو شد. فهرست بارسلونا برای بازی برابر دینامو کیف اعلام شد و نام لیونل مسی در آن دیدن نمی شد. رونالد کومان سرمربی هلندی بارسا در نشست خبری خود و در مورد دلیل غیبت مسی و نیز فرانک دیونگ گفت: تصمیم گرفتیم که از لیونل مسی و فرانک دیونگ برای بازی فردا استفاده نکنیم. مسی خسته است و بهتر است استراحت کند. در گروه ما حاشیه امنیتی خوبی داریم و این دو بازیکن از ابتدای فصل در بازی های زیادی حضور داشتند و بهتر بود استراحت کنند. مسی اخیرا از دو بازی ملی و پس از پرواز طولانی به بارسلونا بازگشت و باید از او محافظت کنیم. روز گذشته خوگونس شبکه لاس استاتوسافری از لیونل مسی در تمرین امروز بارسا را پخش کرد که نشان میداد او از لحاظ روحی و نیز بدنی در شرایط خوبی قرار ندارد. مسی تنها و دور از همتیمی‌هایش وارد زمین شد و در شروع تمرین و پس از یک استارت استری نشانه های از وضعیت نامطلوب بدنی را بروز داد. در نهایت و با درخواست خود مسی بود که کومان نامی او را از فهرست بازی فردا خط زد. مسی در تمرین خوشحال نبود و به نظر می رسید هنوز از شکست برابر اتلتیکو ناراحت است. فوق ستاره آرژانتینی هنگام خروج از کمپ بارسا نیز با فریاد یک از هواداران روبرو شد که با وی می گفت: مسی بیدار شو. جست مسی در مواجهه با این اتفاق منفی بود. او کمی که دور شد به سمت هوادار برگشت و با نگاه معنادار و با حرکت دست اقدام به ملامت آن هوادار کرد. لیونل مسی این روزها درون میدان نیز روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارد. او فصل جاری 6 گل به ثمر رسانده که 6 تایش از روی نقطه پنالتی بوده است و در بازی اخیر برابر اتلتیکو 23 بار توپ را از دست داد. متوسط شوت زنی او نسبت به فصل گذشته نیز افت داشته تا انتقادات از او بیشتر شوند. نشریه تورینی توتو اسپورت مدده شد کریستیانو رونالدو تا پایان قراردادش یعنی جونی سال 2022 در یوونتوس خواهد ماند و فرد کلیدی در این قضیه آندرا پیرلو خواهد بود. گفته می شود آندرا پیرلو از روز اول حضور خود در یوونتوس سیاسی بسیار خوبی را در کریستیانو رونالدو ایجاد کرده و این فوق ستاره پرتغالی مصمم است که در سال اول حضور او در بیانکونی با وی در کسب جام ها کمک کند. از طرف دیگر پیرلو کاملا آماده است تا به ستاره پرتغالی در راه رسیدن به اهداف شخصیش کمک کند و در واقع کریستیانو رونالدو را متقاعد کرده که تا پایان قراردادش یعنی جون سال 2022 در یوونتوس باقی بماند. رونالدو فصل را فوق‌العاده آغاز کرده و در 5 بازی ابتدایی برای یوونتوس موفق به ثبت 8 گل شده است. او همچنین در دیدار شنبه شب بانوی پیر برابر کالیاری هر دو گلی تیمش را به ثمر رساند، موضوعی که باعث شد پیرلو با تمجید از این فوق ستاره پرتغالی بپردازد و بگوید: اما آنطور که همه ما میدانستیم رونالدو یک بازیکن حرفه‌ای و عالی است. او در مسابقه و تمرین برای همه اطرافیانش الگو هست. تنها توصیه‌ای که می توانم به او بکنم این است که این گونه ادامه دهد. با میدان رفتن عثمان دمبله برابر اتلتیکو خبری خوشحال کننده برای باشگاه دورتموند بود. عثمان دمبله تابستان سال 2017 بود که از بوروسیا دورتموند راهی بارسلونا شد. او قرار بود جانشین نیمار باشد و پس از اعتصاب و غیبت در تمرینات دورتموند بود که توانست مجوز پیوستن به بارسا را با قرارداد 105 به علاوه 40 میلیون یورو به دست بیاورد. بارسلونا 105 میلیون یورو را به صورت ثابت به دورتموند پرداخت کرد و قرار شد 40 میلیون یورو نیز بر اساس بندهای متغیر پرداخت شود که تاکنون 25 میلیون یورو پرداخت شده است. دورتموند که پس از برتری 5-2 بر هرتا و پوکر ارلینگ هالان این روزها در آسمان سیر میکند، یک خبر خوشحال کننده دیگر را هم دریافت کرد. حضور عثمان دمبله در بازی شنبه شب بارسا و اتلتیکو به معنای واریز 5 میلیون یورو دیگر به حساب باشگاه آلمانی بود. دمبله بازی شماره 75 خود را برای بارسا انجام داد و بر اساس توافق قبلی بارسا باید 5 میلیون یورو دیگر در این شرایط بد اقتصادی پرداخت کند. با این ترتیب پرداخته های بارسا برای وینگر فرانسوی به 130 میلیون یورو خواهد رسید. دمبله پس از 4 فصل بازی برای بارسا تنها 22 گل زده و 17 پاس گل داده است. وین رونی اسطوره منچستر یونایتد فاش کرد در آستانه انتقال به بارسلونا بوده است. وین رونی یک دهه فوق‌العاده را در اولترافورد سپری کرد و به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه نیز تبدیل شد. اما حالا وین رونی در مصاحبه خبر از ابراز تمایل تیم‌های بزرگ مانند رئال مادرید، بارسلونا و چلسی به جذب خود و تمایلش به رفتن به نوکم داده است. وین رونی در این باره گفت:
فکر میکنم مستندات وجود دارد که نشان میداد چلسی و خوزه مورینیو میخواستن من را جذب کنند. رئال مادرید و بارسلونا برای جذب من پیشنهاد دادن و همچنین منچستر سیتی نیز وارد عمل شده بود. البته انتقال با این تیم در فکر من نبود، اما سه مورد دیگر واقعا گزینه های واقع بینانه تر بودند. در آن زمان و تای دو روزه آماده شده بودم که در اسپانیا بازی کنم. در حالت ایدال دوست داشتم به بارسلونا بروم، اما به نظر می رسید رئال مادرید جدیتر از این تیم خواهان جذب من باشد. صادقانه بگویم من در آن زمان به باشگاه های مانند رئال مادرید و بارسلونا فکر می کردم. دو یا سه روز بود که ارتباط بین من و آنها یا مدیر برنامه و تیم برقرار بود. یادم میاد که یک روز نشسته بودم و بازی در آن تیم بارسلونا در کنار لیونل مسی، ژاوی، آندرسینستا و سرخیو بوسکتس را تصور می کردم. در آن زمان مسی با عنوان بازیکن شماره 9 و مانند امروز بازی نمی کرد و در کنار ها حضور می یافت. پس من فکر می کردم با خوبی در آن تیم جا می یافتم. مجوز بازگشت هواداران در انگلیس صادر شد. از چند هفته دیگر امکان بازگشت تعدادی از هواداران به استادیوم ها فراهم می شود. طرفداران تمامی ورزش ها در انگلیس می توانند از تاریخ 2 دسامبر به بعد دوباره در ورزشگاه ها حاضر شوند. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور قصد دارد با صدور این مجوز موجبات بازگشت نشاط به جامعه را فراهم کند. البته تنها امکان حضور 4000 نفر در مناطق سوم و 2000 نفر در مناطق دوم خطرناک در انگلیس فراهم شده و در مناطق دسته اول هنوز مجوز مبنی بر بازگشت هواداران صادر نشده است. در این شرایط تنها دو باشگاه براتون و ساوثهمپتون در دسته سوم مناطق خطرناک حضور داشته و از 2 دسامبر می تواند پذیرای حضور 4000 هوادار در استادیوم اختصاصیشان باشند. اما شهرهای شمالی انگلیس در دسته اول خطرناک قرار داشته و احتمالاً تا چند وقت دیگر نیز نمی توانند شاهد بازگشت هواداران باشند. همچنین نخست وزیر تایید کرد که امکان انجام ورزش های عمومی در فضای باز وجود دارد و سالن های ورزشی می توانند مجددا فعالیت های خود را آغاز کنند. در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد ساخت واکسن ویروس کرونا در دنیا شنیده شده و در صورت قطع شدن انتشار این واکسن احتمالاً به زودی در دیگر کشورها نیز این قوانین وضع خواهد شد. انگلیس یک از کشورهایی بود که اعتماد زیاد از شیوع ویروس کرونا دید و بسیاری در این کشور جان خود را از دست دادند.